با درود به همه شما یاران ایران فردا، در واقع یاران ایران، ایران فردا ایران سرفراز و بزرگی خواهد بود. به نسل جوان میبالم و میدانم پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان در دستهای پرتوان شما فرزندانم بالا خواهد رفت، تردید ندارم. همونطور که براتون گفتم، از فوریه ما برنامه جدیدی داریم. دو برنامه حداقل من خودم خیلی بهش علاقه دارم. یکی برنامه دکتر محمود کویره که نگاهی عمیق و ژرف به فرهنگ ما داره، به آن همه زیبایی هایی که در این فرهنگ هست و نظامی روش خط میکشه و زشتی رو جانشینش میکنه. شما تصور این رو فقط بکنید، آقای دکتر حسن روحانی رفته به ایتالیا، مهد فرهنگ و تمدن و هنر اروپا، چه گفتن، چه کردن، سفیر جمهوری اسلامی اونجا چه پیامی داده که مجسمه ونوس حجاب میکشن به سرش. آقای روحانی نقاشی های فرشیان رو میبره میده، مینیاتورهایی که در اون زیبایی و اوریانی و همه چی هست، اونو تقدیم میکنه به پاپ و به نخست وزیر ایتالیا. ولی ایتالیایی ها باید سر مجسمه ونوس چادر بندازن تا 17 میلیارد قرارداد ببندن. چقدر زشته این، چقدر زشته. ایرانی که زیباترین زیبایی ها رو در تخت جمشید، در نقش رستم به نمایش میگذاره، هر گوشه ایران میری زیباییه، اون همه مجسمه های زیبا. و بعد روم برای خودش دنیایی است، یونان، روم، بیا روی ونوس حجاب بکشی. طالبان نادان مجسمه بودا رو منفجر میکنن، داعش مجسمه های زیبا رو در موصل از موزه ها میکشه و ویران میکنه. خب ما باید بگیم بله، نه، اسلام ناب انقلابی ما نوع دیگری است، منفجر نمیکنه اما چادر سرشون میکنه، منفجر نمیکنه اما جعبه میذاره سرشون. اسلام ناب ما فرق داره. چه بگویم، دردها یکی دوتا نیست. هفته گذشته من در برنامه پنجره رو به خانه پدری روز چهارشنبه گفتگویی داشتم با دوست عزیزم دیپلمات سابق، نه اینکه سابق، خودش نخواسته ادامه بده به اون رژیم، آقای حسین علیزاده، گفتگو میکرد. در یه جا اشاره کرد، ایشون گفت دستار به سری به نام آقای خسروشاهی. دوستی به من زنگ زده بود از قم و یادآور شد که شما در همه برنامه هاتون در گذشته، در همیشه، از ایشون به عنوان علامه سید هادی خسروشاهی یاد میکردید و به نوعی ایشون رو متفاوت از اهل ولایت فقیه میدونستید. چطور در برنامه تون یه همچی حرفی زده شد؟ اولا دوست من آقای علیزاده آزاده که نقطه نظرهای خود رو بگوید. من آقای سید هادی خسروشاهی رو از سالها سال پیش از انقلاب میشناسم. ایشون آشناییشون هم با من در انتشارات بعثت شد، جایی که من حماسه فلسطین رو ترجمه کرده بودم و دوست نازنینم غلامرضا امامی کتاب رو اونجا چاپ کرد. فخرالدین حجازی هم اون وقت مقدمه براش نوشت. اینو بارها گفتم، با آقای خسروشاهی آشنا شدم و او رو فردی متفاوت یافتم، آدمی اهل تحقیق، اهل بحث و فحص، بسیار علاقمند به مسائل خاورمیانه، آشنا به مسئله فلسطین و حالا روحیه انقلابی هم داشت، اون دیگه یه مسئله جداست. بعد از انقلاب ما در حزب خلق مسلمان باز با هم بودیم، یعنی حزب رو روز اولی که پایه‌گذاری شد ایشون منو خواست، با هم رفتیم و بسیار، اون شبی هم که تیرباران در خانه آقای خمینی شد در اقامتگاهش، ایشون منو خبر کرد. من تازه به خانه اومدم، زنگ زد گفت امشب اینجا آتش بازیه و رفتم و شاهد اون فاجعه بودم. بعدها هم ایشون در کارهایی که میکرد
من همیشه نگاه میکردم مثلا این کاری که برای امام موسی صدر کرد در شرایطی که نظام در صدد حذف امام موسی صدره کار برجسته ای بود، کاری که راجب جمال الدین افغانی کرد، کارهایی که تحقیقات تاریخی مرحوم بازرگان و غیره او رو چهره متفاوت کرده. در روم که بود، در واتیکان سفیر بود، صدها کتاب منتشر کرد، نه فقط توضیح المسائل و غیره، نه، کتاب های متعددی بود در زبان های مختلف. و در مصر البته حوزه عملش محدودتر بود، روابط در سطح سفارت نبود، در سطح دفتر حفاظت منافع بود، ولی او اعتبار داد به این مقام، مقام سفارت. مصری ها هم همینطور نگاه میکردن و همون زمان هم مصری ها شخصی رو در لول سفارت رئیس دفترشون در تهران کردن. الان هم ایشون یک تشکیلاتی داره در قم، انتشاراتی و مرکز تحقیقات و این کار رو میکنه. در حال این نگاه من بود که از دیربازم همین بوده و خواهد بود. خب اجازه بدید بریم و پیام های شما رو بشنویم. نخستین پیام رو از هموطن عزیزی میشنویم. اینی که میگم هموطن عزیز بدونید، من افغان و تاجیک رو هم هموطن میدونم. این وطن مصر و عراق و شام نیست، وطن ما همون گستره فرهنگی است که هممون به اون میبالیم. میشنویم. سلام، من دانش هستم. آقا من میخواستم ببینم این آقای نوزاده هر کسی که میخواد تحقیق کنه و کوچیک کنه به یه طریق بهش تمرزن یه شاید دوچرخه چی بوده، بخشی شاید دوچرخه ساز بوده. من متوجه میشم شاگرد دوچرخه ساز من چه علمی داری؟ من خودم شاگرد دوچرخه ساز بوده، پدرم دوچرخه ساز بوده، هیچ علمی هم تو خودم نمیبینم. فکر کنم آدم فرهیخته‌ای هستم. مهمترین دلیلش این هستش که صحبت‌های آقای نوزاده و دوستان نازنینش رو هر شب گوش میدم، کلی هم باعث مسئلت خاطرم میشه. من میدم چرا شاید دو شخص سازد بد بشه. ممکن آقای نوزاده رو ما توضیح بده؟ خیلی ممنون. نازنینم، من بارها گفتم شاگرد دوچرخه ساز، شاگرد سوهان فروش، شاگرد عبادوز، یا خودشون عبادوز دوچرخه ساز و سوهان پز، بسیار محترمن، جایگاه والایی هم دارن، مثل هر انسان ایرانی شایستگی هاشون هم به خاطر مقامشون نیست، به خاطر شخصیتشونه. همینطور که خود شما الان از حرف زدن نشون دادی کتابخونی، اهل مطالعه، اهل دیدنی. اما من میگویم شاگرد دوچرخه ساز، اگر این شاگرد دوچرخه ساز کار بکنه، مبارزت کنه، بشه صاحب دوچرخه سازی، بعد یه کمپانی بزرگتر باز کنه، بعد اصلا وارد کننده دوچرخه به ایران بشه، ستایشش میکنم، میام اینجا و تقدیر ازش میکنم، یا صادر کننده بشه. اما وقتی او رو میارن میذارن وزیر مسکن، او رو میارن میکنن مدیر کل صنایع ایران، اینجاست که بحث من هست. والله من قصد جسارتی نداشتم. اگر خدای ناکرده حرف من باعث این شده خاطری رو آزردم، صمیمانه پوزش میخوام، صمیمانه ازتون عذرخواهی میکنم و میگویم چون ممکنه این توهم ایجاد بکنه یا اثر بدی داشته باشه اطاعت میکنم، دیگه از این اصطلاحات استفاده نخواهم کرد. باز هم ازتون پوزش میخوام. هموطن بعدی. آقای محترم، امروز دوشنبه است، آقای نوریزاده ساعت 7 صبح وقت کالیفرنیا داره صحبت میکنه. منطقه من قبلا هم بهتون گفته بودم اینجا نشسته یه جای بسیار باغ قشنگ و ساختمان قشنگ، خب یعنی بنویسیم کجاست که آدم بفهمه. علت اینه که شما این باغ رو میذارین و این ساختمان رو میذارین برای اینه که این جالبه، خب چرا ما نداریم کجاست؟ دوست من حرفت درسته. من به همکارانم دائم میگم مثلا یه تصویری از یزد داشتیم، پیدا نکردن مال کجای یزده، ولی یه همکار دیگه هم رضا به من گفت چون من رفتم یزد این یه هتلیه در اونجا، من اینجا گفتم. بنابراین بعضی تصویرها رو نمیدونیم، ولی این که شما میگید میدونیم مال کجاست و
بنابراین حتما باید این کارو بکنیم. کاملا حرف شما درسته و من خواهش میکنم از همکارانم این رو بنویسن. موقعی که ما این تصویر زیبای لاهیجان رو میذاریم، تصویر البرز رو میذاریم، تصویر جانبخش شاهگلی تبریز رو میگذاریم چشم، حتما من از دوستانم خواهش خواهم کرد. و من برنامه‌ام اینجوریه که هر هفته تصویر جایی از ایران عزیز آذینبخش برنامه من باشه. ممنونم از تذکرتون. هموطن بعدی. الو، درود بر شما. دیروز صحنه از جنایات داعش در تلویزیون شما پخش شد که خیلی تأثیربرانگیز بود و در این حال خب نموداری از وحشیگری نسل عاملان این جنایت ها بود. خواستم عرض کنم قربانیان این جنایت ها که وانون قوم ایزدی میگوین و به اشتباه هنوز هم در برخی رسانه ها یزیدی نام میبرند، از ایرانیان پاک نهادی هستند که در ابتدا در دوران پادشاهی ساسانیان در قلمرو خاک ایران در آن سامان میزیستم و یزیدی تلفظ غلط واژه یزید به معنی ایزد در زبان پهلوی ساسانی است و آخر واژه ته است نه دال و به یزید و شمر و معاویه و اسلام ارتباط ندارد و این واژه به اشتباه یزیدی بر زبانها جاری شده است و درست آن یزیدی است، کما اینکه همه ایزدی ها که ما میبینیم توی فیلم ها قیافه ایرانی دارن و عرب نیستن، هرچند که امروز به عربی سخن میگویند. بسیار سپاسگزارم. این رو بدم که رفع این اشتباه از اکثر رسانه ها بشه. البته رسانه شما درست تلفظ کرد. خیلی متشکر. ممنونم دوست عزیزم، دوست با فرهنگ من. کاملا درست حرفتون. ایزدی ها که من چند دوست در میانشون دارم، منطقه شون رو دیدم، سنجار رو، و باشونم آشنا هستم، دلبسته عجیب به همون فرهنگ ما هستن. یک آمیزه ای از فرهنگ زرتشتی و بعدن کمی از مانوی ها، چون تصویر رو دوست دارن، درشون هست. آداب و رسوم همه ایرانی خالصه، حتی شیخ المشایخشون شبیه موبدان ما هستن. احترامی که به آب میگذارن، به آتش، به آفتاب، در تمام نقوششون خورشید وجود داره. و این است که بسته به ما. بعدم اینا الان ایزدی ها به عنوان کرد ازشون یاد میشه و میدونید در عراق ما چندین آیین داریم که اینا همه کم و بیش ریشه هاشون یکیه و به هم پیوند دارن، و مندانی ها مثلا اینا در خود خوزستان ما هم هستن، بعضی هاشون رنگ سپید درشون در میان همه این قوم ها خیلی پسندیده است، همون رنگی که در فرهنگ اوستایی ستوده شد. خب میشنویم پیام بعدی رو. سلام بر جناب آقای نوریزاده عزیز و کلیه دوستانی که در تلویزیون ایران پرده کار میکنن، زحمت میکشن و برای ما برنامه اجرا میکنن. جناب آقای نوریزاده، 38 سال تو ایران داخل شهر تو خیابونها دارن مردم رو اعدام میکنن، کسی صداش در نیومد. مثل آیت الله بروجردی تو زندان این زیر شکنجه است، کسی صداش در نمیاد. چقدر جمعونا بردن که ناپدید شده، جنازهاشو به خانوادهشون نمیدن، کسی صداش در نمیاد. تو زندان ها اگه باور بکنید برین ببینین، میبینین که چه به روز زندانی ها میارن، چقدر شکنجه میکنن، کسی صداش در نمیاد. سفارت انگلیس رو به آتش کشیدن، سفارت آمریکا رو که گرفتن و گروگان ها رو چند سال نگه داشتن، سفارت عربستان رو که آتش زدن. خب به خاطر این که توی کشور دیگه کسی رو اعدام میکنن، حالا یا تروریست یا هر چی، من موافق نیستم که اعدام بکنن، هر کسی که باشه، انسان نباید اعدام بشه، نباید بکشیش به دست یه انسان دیگه. چطوری اینا حالا صداشون در اومده؟
چرا این همه جنایت خودشون داخل ایران انجام میدن و ما را زیر شکنجه و بدبختی و گرسنگی قرار دادن، کسی صداش در نمیاد، مردم نمیرن تظاهراتی بکنن بر علیه اینا. ولی حالا امروز به خاطر کسی که تو عربستان اعدام شده تمام شهر را دارن به آتش میکشن. آخه این چه کاریه که اینا دارن میکنن؟ باید مردم دنیا بدونن که اینا چه جنایتکارانی هستن داخل ایران و ما مردم ایران به گروگان گرفته شده ایم. با تشکر از کلیه برنامه هاتون، خدا نگهدار. از استان فارس، کازرون. سپاسگزارم هموطن کازرونی من. همه حرفایی که گفتی درسته، من چه اضافه بکنم؟ فقط یه نکته رو بهتون بگم که بسیار برادم تلخه. من همیشه میگم رژیم جمهوری اسلامی تمام سیئات هرچی داره، ولی همیشه میگم در برابر تاریخ هیچ رژیمی تو ایران و حتی تو دنیا اینقدر که تاریخ به اینا فرصت داده، فرصت نداده. به اینا فرصت داده که برگردن به سوی مردم. آقای روحانی در روم داشت مصاحبه میکرد، خیلی مصاحبهش بد بود. من به اون مشاورانش میگم آقای حسام الدین آشنا، شما که روز و شب داری در گوشه ایشون میخونی، اینا رو بهش نگفتی؟ تو روم نشسته میگه ما از این به بعد میخوایم با دنیا آشتی کنیم، ما اصلا تو امور داخلی کشور دیگری مداخله نمی کنیم. بعد بلافاصله حمله میکنه به عربستان که بله چرا شیخ نمر رو اعدام کردی؟ یک شیخ متفکر فهمیده. چرا شیخ سید متفکر فهمیده آقای کاظمنی بروجردی رو تو زندان داری میکشین؟ چرا انسان ارزشمند مرجعی به نام مرحوم آقای شریعت مداری رو عملا کشتید؟ اون چه رفتاری بود با مرحوم آقای منتظری کردید؟ اون چه رفتاری بود با مرحوم سید محمد شیرازی کردید؟ اون چه رفتاری بود با آیت الله العظما حسن طباطبایی قومی کردید؟ واعظان غیر متعز میگید ما دخالت نمی کنیم، بعد بلا فاصله این حرفو میزنید؟ این یعنی چی؟ یه شهروند کشور دیگه تروریست بوده، مردم رو دعوت به تروریسم میکرده، میگفته ما اقلیت نیم درصد حالا 8-5% میخوایم ولایت فقیه در اینجا برپا کنیم، باعث کشته شدن و گمراهی عده جوان شده، مثل دیوانه ها بالا و پایین میپرید. حالا من با اعدام مخالفم، ولی اون مسئله داخلی اون کشور، مردم اون کشورم میتونن اعتراض کنن، به شما چه؟ این همه سنی کشتید، کشورهای سنی، همین عربستان اومد به شما اعتراض بکنه؟ گفت متاسفیم ولی امور داخلی ایران ما مداخله نمی کنیم. فکر میکنی کاری داشت برای عربستان آتیش به پا بکنه در ایران؟ با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشکل بود، پولش رو داشتن، امکاناتش رو داشتن، آدم مستعدم وجود داره. ولی آقای ریگی با پاسپورت پاکستانی رفت سعودی حج بکنه، سعودی ها فهمیدن گذاشتن دنبالش، یمنی ها ریگی رو فراری دادن ولی گرفته بودنش. این تفاوت دو نگاهه. نمیگم اونا خوبن، نه، ولی تو کار ما دخالت نمی کنن، ولی ما میکنیم. و آقای روحانی میره تو روم میگه ما اینجوری بر. حرف شما 100% درسته دوست من، ولی مردم هم صداشون در میاد. این همه شهید و کشته و زندانی که خودتون میگید برای چی؟ برای اینکه صداشون در اومده. جوانی عبدالله مؤمنی رو مصادره کردن، جوانی امیر انتظام رو مصادره کردن. این همه انسانهای نازنین، چرا دکتر زیدآبادی باید خونه نشین بشه؟ اون قلم سخار، اون آدم با دانش، چرا محمد نوریزاد باید این وضع رو پیدا کنه؟ چرا تبرزدی باید نمیدونم الان در چه حاله؟ اینا حرفای شما درسته، اعتراض مردم میکنه. پیام بعدی. با درود به گردانندگان رادیو ایران فردا و تلویزیون ایران فردا، از رحمت میبخشیم. یه انتقاد شدید داشتم به آقای اجازی در برنامه گلگشت. ایشون با من یک مفصل و یک در واقع میزبان یک برنامه
متاسفانه نشون دادن که یک تی به خاطر و یه علاقه شدید عشق بی حد و حسابی به حزب دموکرات آمریکا دارن و دوست من این پیام قبلا باز داده بودید، منم پاسخ دادم، بنابراین تکرارش لزومی نداره. اگر آقای حجازی دموکرات منشه، به حزب دموکرات دل بسته است، یک انسان، یک محلل، یک گفتگو کننده است، حق داره نظر خودشو بیان میکنه، نظرشو به شما تحمیل نکرده که، حرف خودشو بیان کرده در برابر کسی که داشته باش گفتگو میکنه. دکتر منصور فرهنگ هم همین نظر رو داره، دکتر عباس میلانی هم گمان میکنم همین نظر رو داشته باشه، یعنی آدم هایی که باشون گفتگو میکنه. در حال ممنونم ازتون. پیام بعدی. سلام، خدا قوت، خسته نباشین عزیزای من، در قرار و شاد و تندرست و سالم باشید. من محمدم از استان الگو، دیروز یه پیغام گذاشته بودم بابت سلامتی همه عزیزان، به خصوص های دکتر نوری‌زاده برادر بزرگمون. امروز مخواستم یه انتقاد خیلی شدید از شما بابت تلویزیون رو چین بکنم. عزیزای من، البته این خواهشم دارم که اگه امکان داره این پیغام منو به اون پیغام وصل کنید که یک سره باشه. یعنی بزرگترین انتقادی که به تلویزیون شما دارم اینه که وقتی تلویزیون شما رو روشن میکنید به کانال ایران فردا میزنید، دیگه هیچ جای دیگر نمیتونید تماشا کنید. یعنی اینقدر میره آدم به خدا محو این تلویزیون، برنامه بعد از برنامه متنوع و جالب و آگاهی دهنده، از همه مهمتر دیگه نه من کانالای دیگر نگاه میکنم، نه تنها من میدونم خیلی دوستای دیگه هم که ارتباط دارم اونا همین مشکل پیدا کردن که آقا نه مثلا فلان کانال میبینید، نه فلان فیلم حتی میبینید، همش کانال تلویزیون هم یک کله روی ایران فردا. انشالله که از خداوند میخوام که این ایران فردا هرچه زودتر تحقق پیدا کنه و اون فردای روشن و پر از نور و امید رو که با زحمت های شما و سایر عزیزان در جهت تلاش و کوشش از این ایران فردا هر چه زودتر تحقق پیدا کنه. روی ماهتون رو میبوسم و همه تون رو به پروردگار عاشق و مهربون میسپارم. الله حافظ. ممنونم عزیز دلم، ممنونم هموطنم. درود من به استان البرز، به همه استان ها. حالا این دوستم از استان البرز بود، اون یکی از فارس بود، از جاهای مختلف پیام ها رو میشنویم. چه بگویم در برابر این همه محبت. بله، پیام بعدی. سلام، پولادیان هستم، از آلمان زنگ میزنم. خیلی کوتاه میخواستم نظر ما در رابطه با برنامه ام سخن بگم، به ویژه هفته گذشته که موزیک های متعددی از به زبان عربی پخش شد. من معتقدم تو این شرایط که بخشن افکار عمومی علیه عرب ها و مهاجرین عرب زبان از طرف رسانه های راستگرا شروع شده، این بسیار مناسب بود، مناسبت خیلی خوب بود که این موزیک ها پخش شد تا افکار عمومی بدونه تنها پناهنده ها و مهاجرینی که به ویژه به اروپا اومدن خشونت ایجاد نمی کنن و انسان های بسیار بالایی جلوشون هست و طبق گزارشاتی که از گوش و کنار همچنان خود شما در جریان هستید، به ویژه آلمان موجی ایجاد شده علیه پناهنده ها و که یه مقدار فشار بهشون اومده و من فکر میکنم خیلی خوب بود. من یکی بسیار لذت بردم از این پخش، به جای هیچ گونه انتقادی نیست که دوستان انتقاد بکنن چرا زیاد موزیک پخش شده، اتفاقا بسیار مناسبت خیلی خوبی داشت. بهتون آرزو موفقیت میکنم. من با علاقه نسبتاً هر بار برنامه شما را میبینم. سپاسگزارم عزیزم، سپاسگزارم. همینطور از جانب همکار نازنینم فهمیم سخن ازتون تشکر میکنم. درست میگید عزیزم، این جو که در جمهوری اسلامی دارن ایجاد میکنن، عرب عجم، شیعه سنی، جو ناسالمیست.
به شدت باید باش مبارزه کنیم. ما همه ساکنان، ما همه فرزندان ایرانیم. اسممون عبدالغفور ابو یاسره، اسممون نمیدونم چی بگم، حالا اسممون کاساغاس، اسممون محمد رضاس، اسممون شاپور، خسرو، سمیه است یا سریاس، فرقی نمیکنه، همه اون فرزندان ایرانی، فرزندان ایرانیم. در هزار بار گفتم روستای باغستان ازبکستان در 400 کیلومتری تاشکند، بچه های مدرسه صبح نوروز اومدن ما فرزندان ایران رو خوندیم. من و بهروز آفاق و مطلوبه شیرعلی آوا و تاجیبان شاهد بودیم اونجا. پس ما خط نکشیم. ابو جاسم تو خرمشهر تو هویزه همونقدر ایرانیه، همونقدر تمام وجودش برای ایران پرپر میزنه، تا صمد آقا در تبریز، تا این طرف برو، برو شیروخان رو ببین، برو اون طرف سوال کن، کاک عبدالله میبینی عاشق ایرانه. میری بلوچستان، آی حسین بر چطوری، سر تا پا عشق ایران. برو خراسان، برو شیراز، برو بندر عباس، برو بستک، برو چابهار، برو بندر انزلی، برو گرگان، برو ساری. سلام مازندرانی ها. خب پیام بعدی رو میشنویم. سلام، میخواستم بگم به آقای نوریزاده، امشب در برنامه خودشون که صحبت میکردن میگفتن کردا اومدن توی روستای عراقی سنی همه رو خوشون خراب کردن. میخواستم بگم علتش رو یه خود تحلیل کنن بعد اینجوری بگن. این کرده ها به خاطر اینکه اونجا را داعش گرفته بودن، داعشی هم توی این خونه ها بم میذارن که هر کسی میره منفجر میشه، آدم کشته میشه، تصمیم گرفتن که این خونه ها رو خراب کنن که آدم های بیشتری کشته نشه. توی روسا چند تا خونه روستایی رو اینا برعکس این به مد... دوست من صداتون قطع شد، ما قطع نکردیم. ببین عزیزم، من چی گفتم؟ شما میدونید نظر منو به کردا. من خیلی ملت بزرگی کردا رو میدونم، یعنی قوم عجیب بزرگی هستن. مبارزه شون با داعش حقیقی ترین مبارزه ایست که صورت گرفت. به همین دلیل بعید میدونستم در این روستا این کار انجام بشه. با خودشون صحبت کردم، گفتن عده‌ای از این بچه ها اینقدر عصبانی بودن. مثلا یه نفر اومد میگفت این خونه صابخونه با داعش همکاری میکرد، نمیپرسیدن، معطل نمیشدن، دینامیتو میذاش منفجر میکرد. اینم نبود که فکر کنن اونجا بمب گذاشتن، این مقدار سیاه شخصیه دیگه. اما تا کاک مسعود بارزانی اینو فهمیده بود، به پسر برادرش نیچیروان نخست وزیر دستور داده بود فوراً علی رغم وضع مالی سخت برای اون روستا بودجه بذارن و خونه ها رو بازسازی کنن. صاحبان اون خونه رو آوردن تو اربیل، بهشون جای موقت دادن، که میخوام بگم این اتفاق افتاد. و این تذکرات ما از سر دشمنی نیست، یا برای این نیست که لطمه به کردها بزنم. من همه جا صدام در دفاع از حقوق کردها است. ممنونم هموطن من. هموطن بعد. الو سلام جناب نوریزاده، من اگه ممکنه از این آقای ارشد سوال کنید. ما دو تا بچه محل داشتیم، دو تا بچه پاک و صاف، 14-15 ساله، بهنام و شهرام آلیوندی. این آقا مادر دیوانشون که خواننده اپرا بوده تو قسمت موسیقی مجاهدین بود، بود و پیشو از اینجا زبانه چیز کرد، زبانه همین کمپ مجاهدین کرد. خاطر اینه چه سرنوشته با اینا چی شد؟ پدر اینها نقاش بود و چند سال پیش درده داشت. اون هم به دام همین همسر نادان در ایران رو خارج شد اونجا و آقا خود عمر از ترسش مثل اون آقای هزارخانی همچه حالتی پیدا کرد. بهنام و شهرام آلیوندی تو تو جوانی که همه مردسشون داشتن و متاسفانه
نمیدونیم چه سرنوشتی براشون پیش آمد. قربان شما، خیلی ممنون، خدا نگهدارشون. سپاسگزارم عزیز من، ممنونم ازت. اتفاقا در همین زمینه توضیح بدم، یه نفر از مجاهدینی که جدا شده برای من نوشته بود که آن چه آقای ارشد گفتن در رابطه با آمدن این پدر و مادرها، بعضا این پدر و مادرها نمیتونستن به عراق بیان، رژیم خواست از این ماجرا استفاده کنه، اومد ترتیب وسیله نقلیه رو داد و برای اینا برنامه سفر رو جور کرد که اینا برن اون بتونه بهره برداری کنه، فیلم برداری کنه اینا. ولی متاسفانه رفتار غلط رجوی باعث شد که رژیم موفق بشه در این کار، یعنی فیلم برداری که دلشون میخواست انجام بده. حالا اگه این مادرها میرفتن بچه هاشون رو میدیدن، یا پدرها، بچه ها از اینا استقبال میکردن، بغلشون میکردن، اون مادری که فریاد میزد دخترشون میدید، رژیم شکست میخورد. حتی اگر طراحی کرده بود، تنظیم کرده بود برنامه رو، ولی خود آقای رجوی عملا باعث شد رژیم موفق بشه و نشون داد یک سازمانی است که بچه رو وادار میکنه به صورت پدرش توف بندازه. همین نفرتی که در ایران از رجوی درست شده امروز نسبت به هیچ کدوم حتی از سران جمهوری اسلامی نیست. این خیلی دردناکه. یه آدمی که تخم چشم مردم بود، تو خزانه 20,000 نفر میرفتن پای صحبتش، امروز به جایی رسید که اسمش میاد، آدمایی که سمپاتی داشتن میگن آقا نگو، تنمون کهیر میزنه اسم این آدم میاد. خودش کرد، با دروغ، با فریبکاری خودش کرد و این هم نتیجهش. هموطن بعدی. ای دکتر علیرضا نوری‌زاده، سلام عرض کردم. ببخشید من قبلا هم تماس گرفته بودم، یک مطلبی رو میخواستم خدمت جناب عالی داوری کنم در خصوص برنامه چهره ها. البته که حتما خود جناب عالی هم مد نظرتون هست که چهره های معروف و مؤثر ایران به خصوص در رژیم گذشته و بعد در دوران گذر، در 37 روز نخست وزیری جنرال شاپور بختیار، چهره هایی که در اون دوران خدمت کردن، یکی از چهره هایی که در زمینه مطبوعات و نویسندگی توی اون دوران بحران بسیار عجیب خدمات سایانی رو، و بدون این که اسمش در میان باشه، بدون این که خودی بخواد نشون بده، وجود داشت. آقای ایرج نقوی بودن، شاید بیش از همه آقای دکتر سیروس آموزگار از خدماتیش مخبر داشته باشه. مطمئنم خود جناب عالی هم حتی اقل از مقدار بسیار زیاد از میزان قابل توجهی از خدمات جنبیات ایرج نقوی اطلاع دارید. خواهش میکنم از شما، از ایشون و افرادی مثل ایشون در چهره ها تعریف بشه. ممنونم. سپاسگزارم عزیزم. ایرج نبوی استاد من بود، یکی از کسایی که ازش بسیار آموختم، و در اون دورانی که فردوسی رو تعطیل کردم، مجله فردوسی رو، عباس پهلوان عزیز تو دفتر آقای نبوی توی کریم خانه زند اونجا بود و ما هم جایی داشتیم میمدیم، هم برای بامشاد چیز مینوشتیم چون نبوی سردبیر بامشاد بود، همین که اونجا دوره هم جمع میشتیم حرفامون رو میزدیم. جمشید ارجمند عزیزم، درود بهش میفرستم، جمشید نازنینم اونجا بود. آقای نبوی همیشه تکیه‌گاه ما بود، هر کدوم ما گرفتاری داشتیم پیش آقای نبوی حل میکرد، و در اون دوران 37 روزه واقعا نقش مهمی داشت. تفسیرهایی که مینوشت، مطالبی که میفرستاد، و از کمک البته یه مجموعه از جمله عباس پهلوان و دیگرانم برخوردار. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. ها اینم بگم، آقای دکتر آموزگار اتفاقا این ماجرا رو نقل کرد توی آخرین برنامه‌اش. بله، گوش میدیم. سلام، خسته نباشید. من سال هاست که ایران فردا رو نگاه میکنم و از برنامه پربار شما واقعا، و دیشب آقای نوری‌زاده رو من داشتم صحبتاشو گوش میکردم، واقعا
کسی که اگر بره رأی بده یعنی مشروعیت این نظام رو قبول داره. من سالها سرم میگم رأی ندید. من نمیدونم، خب این توده های مردم همون حاشیه نشین ها هستن، همون اشایر و دهاتی های اینایی که من میرم میبینم که چقدر بهشون میرسن و وادارشون میکنن که رأی بدن. واقعا به قول آقای نوریزاد ما رمه گوسفندان، گفت ما گوسفند نیستیم، ولی من میگم ما رمه گوسفندان نیستیم. چوپان نمیخواهیم، شیر ما دندان در دهان داریم. اگر صد بار بمیریم از نو زنده خواهیم شد. پس بکاریم تخم هایی که آینده را بارور می سازد تا با فریاد های بیشرمانی دشمن بپردازد. خیلی ممنون، متشکرم. من یه روزنامه نگارم. سپاسگزارم بانوی روزنامه نگار عزیز، ممنونم ازتون. و درباره انتخابات اجازه بدید ما یک سری برنامه های خواهیم داشت. در این برنامه ها من برای کسایی که میرن رأی میدن بازگو میکنم که این نامزدها چه کسانی هستن، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم. من امروز بیام به شما بگم نرید رأی بدید، خلق وقتی رفتی رأی دادید بی حرمتی به حرف من میشه. من متأبد بیام برای شما بگم دارید به کیا رأی میدید. این رو اگر بازگو کنم فکر میکنم موثرتر باشه. بنابراین برنامه ویژه‌ای در طول انتخابات خواهم داشت از قبلش، و سعی میکنم در اون نامزدها رو به شما معرفی کنم چه کسانی تایید صلاحیت شدن. سپاسگزارم. هموطن بعدی. الو، جناب نوریزاده، خسته نباشی عزیزم. یاوری هستم از لندن. غرض از مزاحمت اینی که خدمتون اینو بگم، برنامه مجاهدین که شما میذارید خدا شاهده بعد از دو دقیقه تا ایشون میاد یه نفر مزاجی شما، من اصلا کانالو برنامه‌تون رو عوض میکنم، دیگه وقتش رو نگاه نمیکنم. اینو خواستم خدمت رو عرض کنم. دلیلش هم اینه که تکرار مکررات همان بقیه مجاهدین میدونم چیکار کردن چیکار نکردن. یه تعداد به خصوص محدودی از مردم طرفدار اونا هستن و موره موردن هستن. راجبشون صحبت کردن بلندگو راجبه یه نفعی که چیکار کرده چیکار نکرده به نظر من اونقدر هم اهمیت نداره که شما یک ساعت برنامه تو فقط بخواید بده برای این حالا پنج دقیقه باشه، ده دقیقه باشه، گرد باشه، بیست دقیقه باشه. این آقا حضرت الله من چند وقت داره میاد، وقتم که میاد ماشاءالله خدا به کلامشم که اصلا تو که باید شاید نیست و خسته کننده است. حالا این نظر من اینجور من اشیاد کنم، منم یه بیننده هستم بسم نظران بدم. ممنونم از انصاف شما. ببین دوست من، برنامه آقای ارشاد بسیار مورد توجه قرار گرفته. من فقط نمیتونم آمار الله اینجا دقیق به شما بدم، ولی شما حتی ممکنه مراجعه بکنید به خود سایت ما و به یوتیوب و به توییتر و جاهای دیگه، ببینید چقدر جدا از ستلایت اینا رو تماشا کردن یا جی ال ویز. و بنابراین خدمت رو عرض میکنم که این برنامه بسیاری از مادران پدران از جمله در همینجا شنیدید، خواهش میکنن که من از ایشون بپرسم راجع به سرنوشت عزیزانشون. البته برنامه تموم خواهد شد در هفته بعد، ولی امیدوارم که بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم، نه اینکه فقط بخوایم مجاهدین رو محکوم بکنیم. ببینیم چه بر سر سه نسل آمد توسط یک دروغ و فریب بزرگ. فکر میکنم وقت من به پایان رسیده، دیگه فرصتی نخواهم داشت. کاش طولانی تر بود، بیشتر پیام های شما رو میشنیدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، همه شما رو تا هفته دیگر همین ساعت همین جا به پروردگار عاشق میسپارم.